امروز به همراه بازرسانی از استانداری و علوم پزشکی کردستان برای اجرای طرح محدودیت هوشمند راهی سازمان تامین اجتماعی شدیم، ارگانی که مراجعه کننده های زیادی داره. نگهبانی ما کنترل و نظارتی بر ورود افراد مراجعه کننده در خصوص داشتن کارت واکسنی یا انجام واکسیناسیون هیچ گونه اقدامی انجام نشد. امروز وارد شدم، کسی جلو ما نگرفت. کارتم هست ولی هیچ کس دوای نکریه. باید یه نفر فقط مخصوص به اون کار بنشین اینجا، بخواه از اربارجو، از مثلا کسی که وارد اداره میشه ازش سوال کنه که کارت واکسیناسیون داره یا نداره. اگر اربارجوی واکسینش رو نزده باشه یا کارت واکسینش همراهش نباشه، میتونیم خدمت از ارائه خدمت بهشون خودداری. اما اجرای محدودیت ها با کارت واکسن در ادارات رو مراجعه کننده ها خیلی خوب رعایت کرده بودن. واکسین دور دوم زدم، دور سوم میخوام همین امروز بزنم، گذاشتم روی گوشیم. هر جایی، هر ارگانیک اگر از من خواستن نشان بدم. مال خمت. خب، من کارت واکسیناسیون زدن و استرازنکاش تماشان کردم. در اجرای طرح هوشمند واکسیناسیون کارمندان هم رصد میشه. خوشبختانه همه همکارا قبلا اجبار کردیم و تاکید شده و این مورد انجام دادن. پرسنل همکاره شاغل شعبه یک سننده 61 نفر هستن که کل پرسنل واکسینه شدن. پرسنل ادارات ما واکسن تزریق نکرده باشن، حتما باید تست PCR منفی مربوط به بیماریشون رو بیارن. نظارت های هوشمند فقط محدود به ادارات نیست. این تر هفته بعدش مساوات این حمل و نقل درون شهری اجرا میشه، یک هفته بعدش بازم واحده و فعالیت صنفی، مرحله چهارمش حمل و نقل برون شهری و مرحله پنجم بخش عملیاتی تحقیقاتی و آموزشی. طرح محدودیت هوشمند یعنی همزیستی امن با بیماری کرونا. پس بهتره که برای دریافت خدمات از ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف حتما واکسن کرونا رو تزریق کرده باشیم و کارت واکسیناسیون رو هم همراه خودمون داشته باشیم. محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سنندج.